باز هم دروغ. واکنش کاظم صدیقی به سونامی افشای فسادهای مالی ریز و درشتش، رد پای پررنگ سردار فساد جمهوری اسلامی در پرونده امام جمعه موقت تهران، غالیباف چگونه هزاران متر مربع زمین را به صدیقی بخشید و استاد اخلاق بیت خامنه ای به کدام حلقه فساد نظام وصل است. اینا منو نمیخوام بزنه، اعتقاد جمعه ها رو میخوام بزنه. خب امریکا گذاشت، من و تو گذاشت، بعدش هم که انترنشنال بشه خیلی مفصل پرداخته بود. آزردگی امام جمعه موقت تهران از افشای اسناد فساد مالیش در حوزه علمیه امام خمینی ازگل، اولین واکنش او پس از انتشار نامه‌ای خطاب به دادستان تهران که در آن مدعی شده بود یکی از معتمدینش بدون اطلاع او و اعضای خانواده‌اش 4200 متر مربع زمین به ارزش 1000 میلیارد تومان را با جعل امضا به نامشان زده. صدیقی مدعی شد که او دو پسر و عروسش که همگی از اعضای هیئت مدیره شرکت مورد بحث بودند اصلا از تأسیس این شرکت بی اطلاع بودند. ادعای سوال برانگیز و غیر قابل باور. حداقل آشنایی با سیستم ثبت شرکت ها، نقل و انتقال املاک و قوه قضاییه ثابت می کند در واقع امکان ندارد کسی از یک جیب آقای صدیقی پولی را بدزدد و به جیب دیگر او واریز کند. از طرف دیگر حتی اگر بپذیریم که به فرض محال آنطور که آقای صدیقی مدعی است، جواد عزیزی مدیرعامل شرکت پیروان اندیشه های قائم امضای او را جعل کرده و به نامش شرکت ثبت کرده، تکلیف طرف دوم معامله چه می شود؟ چون طبق این سند زمین از حوزه علمیه امام خمینی به شرکت خانوادگی کاظم صدیقی واگذار شده. در ادامه استدلال های سست در این سند بدون مهر و امضا که یک شنبه منتشر شد، حوزه علمیه امام خمینی ازگل اعلام کرد که در جلسه‌ای در آذر ماه کلیه اعضای هیئت مؤسس از مجموعه خارج شدند. این سند میگوید که مؤسسه پیروان اندیشه های قائم متعلق به خود حوزه علمیه امام خمینی است. تناقضی بزرگ، چون قبلا صدیقی مدعی شده بود این شرکت بدون اطلاع او و پسرانش تأسیس شده. سندی که تأکید میکند زمین 4200 متری قرار بوده به تأسیس مرکزی پیشحوزوی اختصاص یابد. سوال این است که به فرض صحت ادعای امام جمعه موقت تهران، اگر حوزه علمیه امام خمینی قرار بود یک مرکز پیشحوزوی تأسیس کند، چه نیازی بود که بخشی از زمین متعلق به خودش را به یک شرکت خانوادگی واگذار کند؟ کاظم صدیقی سال 91 در مراسم افتتاح یک ایستگاه مترو در تهران گفت خاک پای قالیباف را تبرک می‌داند. کسی که حالا مشخص شده خاک پایش برای سخنران ثابت بیت خامنه ای برکت زیادی داشته. طبق این سند در سال 86 و در دوره مدیریت قالیباف شهرداری تهران، بعد از برگزاری جلسه ای با خود آقای صدیقی، بیش از 15000 متر مربع باغ را در خوش آب و هواترین و گرانترین نقطه تهران به حوزه علمیه امام خمینی واگذار کرد. شهرداری تهران دستور داده درختان این باغ بزرگ به نفع حوزه علمیه قطع شود. در بندی دیگر از سند هم آمده که کاظم صدیقی از شهرداری تهران خواسته هزینه ساخت حوزه علمیه را هم شهرداری تهران بده. اما پیگیری افشاگری دوم درباره فساد کاظم صدیقی ما را به یک شعبه دیگر از کارتل‌های فساد در جمهوری اسلامی می‌رساند. یک شنبه فاش شد که کاظم صدیقی و پسرش ترتیبی دادند تا ماهانه 1 میلیارد تومان اجاره بهای هتل جهان مشهد به حساب آنها واریز شود. از طریق یک شرکت خصوصی به نام مؤسسه پژوهشی آموزشی اندیشه های امام خمینی، عده‌ای از خیرین این هتل را در اختیار حوزه علمیه امام خمینی قرار دادند تا درآمدش در آنجا خرج شود. اما باز هم خانواده صدیقی از طریق یک شرکت واسط پولها را به حساب شخصی واریز کردند. ترکیب اعضای هیئت مؤسس این مؤسسه جالب توجه است. جمعی از مقام‌های ارشد نظام، عمدتا منصوبان خامنه‌ای، خود کاظم صدیقی و یک چهره آشنا، رضا مطلبی کاشانی مالک تکماکارون که 3 سال پیش افشای شراکت او با علیرضا پناهیان سخنران بیت خامنه‌ای در ساخت و ساز ملک 30 میلیارد تومانی خبرساز شد. او که برخی اعضای خانوادهش در کانادا زندگی می کنند، از طریق این گونه مؤسسات با بسیاری از چهره های شناخته شده جمهوری اسلامی همسفره شده. عضو هیئت امنای حرم امام 8 شیعیان و دوست واعظان محبوب خامنه ای.
کاظم صدیقی در سال 1400 اساسنامه این مؤسسه را تغییر داد و آن را به شرکتی خانوادگی تبدیل کرد با اضافه کردن دو پسرش به عنوان اعضای هیئت مؤسس. او حق امضا را برای خودش و پسرش محفوظ داشت با این قید که حتی اگر خودش بمیرد کسی به هیئت مؤسس اضافه نمی شود. تا به امروز استدلال ها و توضیحات کاظم صدیقی قانع کننده که نبوده هیچ بر ابهام ها هم افسوده. کسی که سالها در قوه قضاییه جمهوری اسلامی قاضی بوده، همون که به گفته یک عضو پیشین وزارت اطلاعات در صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی پیشگام بود. به یکی از بزرگان عرفا شوخی کردم که رئیس دادگاه بود، گفتم آقا پرونده هاتو دیدم ماشاءالله خیلی قاطعانه، گفت اگر چیزی هم ما برای خدا داشته باشیم برای قیامتمون همین هاست. آقا اسم ایشونو بگید دیگه، چون جزء محاسن دیگه غیبتش هم نمیشه، یعنی بزن یه همچه افراد شجاعی. آقای صدیقی نماز جمعه. صدیقی نماز جمعه. اما این اولین بار است که او در دام اسناد فسادش گرفتار شده. شواهد و مستنداتی که فساد میلیاردها تومانی او و خانواده‌اش را مهرس کرده. اما رهبر جمهوری اسلامی سالها پیش تکلیف حمایت از مهره‌هایش را روشن کرده، حتی زمانی که حق با آنها نیست. اینجا این حرف حق را نباید زد، پازل دشمن را کامل نباید کرد. مشتبه پورمحسن، لندن.